الله الحمد لله الله سبحان الله الله حمد 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 لله الله, سبحان الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم ما تشنهای و مراهی دریا شدن خوش است سلمان من کنید که من شدن خوش است یا حضرت رسول فدای ملاحتت با نام دلربای تو شیدا شدن خوش است از برکت تو سفره ما برکتی گرفت پس ریزخار سفره آقا شدن خوش است ما گم شدیم در دل دنیای بی کسی پشت در هرای تو پیدا شدن خوش است خوب است پیش دشمن تو قد علم کنیم اما مقابل قد تو تا شدن خوش است خاک در تو از دور و زر قیمتی تر است خاک در تو از دور و زر قیمتی تر است پس خاک پای حضرت زهرا شدن خوش است ای اعتبار عالم و آدم خوش آمدی تو مصطفی احمدی آقا محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و ارجمند سلام همراهان خوب برنامه به وقت بیداری خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم به طور زنده و مستقیم با برنامه ای که از طرف شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می گردد تبریک ارز می کنم شام ولادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و همچنین نواده پاک ایشان رئیس مکتب و مذهب آقا امام جعفر صادق علیه السلام و السلام الله که ایدی همه ای ما در چنین روزها و شبهایی مجده ظهور همنام پیامبر و اون منجی آخر الزمان باشد الله خوبان بیننده در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از محضر و سخنان کارشناس محترم برنامه استاد گرامیمان جناب حاجی هاشمی که چند جلسه ای در خدمت این بزرگوار بودیم با موضوع صفات مؤمنین در قرآن خواهش میکنم که با برنامه خود همراه باشید شما میتوانید همین الان تلفن همراه خود را بردارید و با این شماره با برنامه در ارتباط شوید شماره مثبت 964 780 255 40 13 اگر لطف کنید و این شماره را ذخیره کنید و همواره هر شب از حدود ساعت 8 الا 9 شب به وقت کابل برنامه تقدیم شما میشه با برنامه همراه باشید نظرات پیشنهادات خود را حتما با ما در میان بگذارید عرض سلام و ادب احترام خدمت شما جناب استاد گرامی این ایام فرخنده را تبریک عرض می کنم خدمت شما خواهش می کنم. تا اینکه گفتگو میکنیم راجع به صفات مؤمنین از آیات زیبا و شیوای قرآن با بینندگان آغاز سخن بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من هم متقابلا ایام خجسته میلاد را به شما تبریک عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد کله لله رب العالمین وخير الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام رحمة خداوند برشماء ساکنان دیار ایمان خجسته باد بر شما میلاد رحمت للعالمین پیامبر آخرین از نظر ارسال و بعثت و از نظر مرتبت و همچنین میلاد خجسته فرزندش احیاگر دین محمدی امام جعفر صادق علیه السلام و السلام را در مصدر شما هستیم در ادامه بحث صفات مؤمنان در قرآن کریم بسیار ممنونم از شما در برنامه گذشته رسیدیم به این مطلب که دعا کردن <تصفح> یکی از راه های ارتباط زبانی با خداوند متعال و بلکه مصداق کامل ارتباط زبانی و ایمانی که در بخش گفتار و زبان هست دعا هست و اما راجب دعا آیاتی که تشویق میکرد همه مؤمنین را به این فریضه بسیار مفید و مؤثر بیان کردید رسیدیم به برخی از آداب و چیزهایی که در هنگام دعا کردن خوب است یک مؤمن رعایت کند که اگر فراموش نکرده باشم جناب استاد فرمودید یکی از آداب دعا کردن حمد و ثنای الهی است قبل از اینکه ما دعا کنیم خدا را حمد و ثنا کنیم و مورد دیگر سلوات فرستادن پر پیامبر و آلش بود دوست داریم موارد دیگری از این آداب دعا را در این برنامه از زبان شما بشنویم بله بسم الله الرحمن الرحیم فشرده باباهسی باب پیشین را جناب نعمتی به درستی در محضر شما بینندگانی که احیانا در پیشین برنامه ها با ما همراه نبوده اید بیان فرمودن دعا کردن مانند هر عملی نیک دیگر نیازمند یک سلسله آداب است و یک سلسله شرایط این شرایط آداب را ما در سنت دینی از زبان قرآن و روایات و سنت اسلامی می توانیم سراغ بگیریم و همین گونه منبع دیگر سیره انبیا و اولیا و معصومان است پیش از اون که من به ادامه آخرین ادبی که در بحث گذشته مطرح شد یعنی تسبیح و تحمید الهی در پیشا پیش دعا جمله را و روایتی را از امام صادق علیه السلام در ادب دعا عرض کنم به مناسبت شب میلاد اون بزرگوار بسیار حماله ایشون در کلامی میفرماید ادب دعا را رعایت کن دستوری است از امام علیه السلام و ادب دعا را رعایت کن پرسیده می شود من می پرسم یبن رسول الله چطور ادب دعا رعایت می شود و ما چطور بتوانیم ادب دعا را رعایت کنیم می فرماید ببین چه کسی را می خانی؟ جا. تو که میخواهی دعا بکنی طرف خواسته خود را میشناسی که هست و چه صفاتی دارد این همون چیزی است که در آخرین شرط عرض کردیم که دعا کننده باید خدا را تسبیح کند و تحمید کند یعنی صفات خدا را بیان کند بله. تا علاوه بر اون که در گذشته میشناسد ولی ذکر فان ذکرا تنفع المؤمنین تو این اسامی را و اون که زیرا که اسامی و اسمای حسنای خداوند با ذات الهی متحد است تو این که آسما را بیان میکنی یعنی داری ذات را توصیف میکنی و ذات را معرفی میکنی و میشناسی و میشناسانی به خودت و به خودت تذکر میدهی که تو در برابری چه کسی قرار گرفته ای ببین چه کسی را میخوانی این اول ادب دعا کردن است معرفت خداوند و دو ببین چگونه میخوانی شکل و شیوهی خواستن هم بسیار بسیار مهم است که انسان چگونه ادبیات را و چگونه کلمات را بر زبان بیاورد و چه حالتی بگیرد در آن زمان این که چگونه باید بخوانی، از دیگر آداب کلی دعاست هر دعای این ادبها را نیازمند است بیون که ما خصوصیت را در نظر بگیریم که چه دعایی است سه و برای چی میخوانی تو که خدا را میخوانی برای چی میخوانی؟ بله. چه خواسته ای داری؟ این رو تأمل کن دقت کن همون گونه که ما در عرف دنیا هر چیزی را از هر کسی نمیخواهیم باید ببینی وقتی که میدانی در برابر چی کسی استاده ای و چگونه باید دعا بکنی و بخواهی باید بدانی که چی میخوانی و چی میخواهی بعد میفرماید که و عظمت خداوند و کبریایی او را در وجودت بنشان باید در وجودت این باور و این نگاه مسلط شود که خداوند عظیمترین موجود و کبریایی و قدرت و عظمت او بر همه عالم مستولی است و از زمین و آسمان و هر چه در اونها هست و هر موجودی از تحت عظمت و سیطره و کبریایی او خارج نیست و به دلت بنمایان آگاهی اون چرا آگاهی خداوند به اون چرا که در زمیرت می گذرد و اطلاع او را بر اسرارت ما معمولا در طلب انسانها ها در مراودات عرف انسانی می توانیم از کسی واقعیت ذهنی خود را بپوشانیم بله. و به زبان خلاف اون چرا که در ذهن ما هست بیاوریم مثلا به کسی بگوییم من تو را بسیار دوست دارم و لذا این کار را برای من انجام بده و یا یک کسی را که فقیر نیست غنی هست ولی حالت جولیده و گدایی پیدا می کند چنان که در روزگار ما بوده است کسانی که بسیار بسیار غنی و ثروتمند بودند ولی گدایی و سوال را و طلب کردن را به عنوان شغلی انتخاب می کردن و, و چه بسا مردمان با او به دیده فقر نگاه میکنند به دیده فقیر و به دیده دوست می اون اونجایی که دای دوستی می کند ولی با خداوند نمی توانی این گونه دو چهره و دو گانه به زبان چیزی بگوید و به قلب چیزی دیگری را اراده در ذهن داشته باشد چون این چیزی در با خداوند راه ندارد باید باور کنی که او میداند اون چرا که در اسرار توست ولذا باید همان زمانی که به زبان مطلبی را میآوری و ذکر می کنی قلب تو نیز همراه زبان تو باید همون را بخواهد و همون گونه ای باشد که زبان تو حکایت می کند اصولا زبان مترجم ذهن انسان است و قلب انسان و گاهی این مترجم غلط ترجمه می کند و می شود نفاق در گفتار و نفاق هم همین است که زبان انسان و ذهن انسان دوگانه باشد و قلب او چیزی را در خود داشته باشد که زبان به غلط ترجمه می کند اون را و همین... می شود یکی از فواید دعا را در اینجا همین مطلب ذکر کنیم که اگر انسانی عادت کند به درویی دو و دورنگی که در دل چیزی را پنهان داشته باشد ولی در زبان کاملا خلاف او را بیان کند این کم کم برای یک انسان تبدیل به یک عادت می شود تبدیل به یک اخلاق می شود اما وقتی که ما دعا می کنیم به درگاه خداوند متعال و این را می دانیم که خداوند آگاه به زمیر دلهای ما هست بله. نمی توانیم اینجا درویی به کار ببریم درنگی به کار ببریم و این یکی بودن شاید بتواند به ما کمک کند که در سایر امور زندگی در زمانهای دیگر هم ما آدمی باشیم صادق که به فرموده شما دل و زبان یک چیز را اشاره کند بله شما به درستی به یک اثر از آثار دعا که این بخش رو ما تحت عنوان آثار دعا در فرصتی بدون خواهیم پرداخت انشالله یکی از آثار دعا همین است که انسان را به راستی و صداقت و یگانگی زبان و قلب اندک اندک تمرین می شود انسانی که دارای انسان های کثیر دعا اگر با خداوند این گونه برخورد کند در سایر برخورد های خیش نیز صادقانه خواهد بود با بندگان خدا همین گونه برخورد خواهد کرد و انسان را به سمت صداقت و یگانگی قلب و زبان سوق میدهد خب این مطلب را ایشون شرایط دیگری را هم بیان میکند که من از آنها صرف نظر میکنم به دلیل این که میخواهم در امتداد همین بحث یک بحث عینی داشته باشیم بحث مصداقی امام علیه السلام و سلام این مطالب را که فرمودن دقیقا همون چیزی بود که ما در آیات قرآن کریم در شبهای پیشی نرس کردیم در برنامه های قبلی که انسان باید قبل از دعا خداوند را تسبیح کند و تمجید کند و ما هنگامی که به سیره انبیای ازام الهی در قرآن کریم به روایت قرآن که صادق ترین روایات است می نگریم می بینیم که اونها چگونه این ادب را در هنگام دعا رعایت می کردن. از حضرت آدم علی نبی و آله و علیه الصلاة و السلام و سلام گرفته تا حضرت ختم مرتبت ولذا این نمونه ها را ما در قرآن کریم ببینیم که این پیامبران الهی و اصوه های انسانی چگونه این قسمت از ادب را در هنگام دعا رعایت می کردن و بدون آراسته بودن پیامبران الهی در هنگام دعا کردن قبل از هر چیزی به صفات و اسمای حسنای الهی و از جمله به ربوبیت خداوند اشاره میکردن میدانیم می که ربوبیت حلقه وصل بین خدا و انسان است چون در ربوبیت سه عنصر دخالت دارد ربوبیت سه عنصری است اون کسی که مربی است اون کسی که تربیت میشود و خود تربیت کردن عمل تربیت کردن فرایند تربیت بله و بنابراین انبیاء الهی زمانی که از کلمه رب استفاده می کنن، به چند نکته در حقیقت توجه دارند یکی این که در کلمه ربوبیت مالکیت و صاحب اختیار بودن مربی نسبت به مربوب وجود دارد چنان که گفت انا رب الابل فسیح ترین یکی از فسیح ترین اعراب که حضرت عبد باشد در برابر سپاه ابره زمانی که شتران او را به غنیمت گرفتن او رفت که شتران را پس بخواهد و گفت که انا رب الابل یعنی من مالک شتران هستم در مفهوم رب مالکیت نهفته است بنابراین زمانی که یک انسان در آغاز دعا میگوید گو می کلمه رب را به کار میبرد و میگوید یا رب یا ربی رب یا ربنا رب در حقیقت اشاره میکند به این که تو مالک من هستی و به تعبیر امام علی علیه السلام آیا جز مالک جواب مملوک را کسی دیگر میتواند بدهد و می تواند به سخن او گوش کند و یا حاجت او را برآورده کند و همین گونه در مفهوم و محتوای رب رشد و پرورش هست چون تربیت برای آن است که مربوب را رشد بدهد به کمال برساند به سوی مطلوب و مقصود و تعالی سوق دهد ولذا زمانی که واژه رب رو در آغاز به کار میبرد انبیای الهی و قرآن کریم این ادب دعا را در هنگام حمد و تسبیح الهی از پیامبران یاد میکنند یاد میکند میخواهد بفرماید که تو مسیر درست را می شناسی تو به کمال من آگاهی داری تو زمینه و بستر رشد را برای من فراهم می کنی و همین گونه اشاره دارد به این که تو شر مرا میشناسی خیر مرا میشناسی نفع مرا میشناسی ضرر مرا میشناسی و انسان ها در مسیر زندگی در پی دو چیز هستند یکی دفع ضرر و دیگری جلب منفعت ولی گاه انسان این منافع و مزار را به درستی نمیشناسد نمی زمانی که انسان به خدا رو می کند ای رب یا یا رب در کلمه رب این نهفته است که تو هم مسیر رشد را می شناسی هم خود رشد را می شناسی چه چی چیز به نفع, من, به نفع من است و چه چی چیز به ضرر من است چی بسا اصان تکره شیئا و هو خیر لکم و بالعکس تو باید ای رب من یعنی ای دافع شرور از من و ای جاذب خیرها نسبت به من و ای کمال دهنده ای من ای روش دهنده ای من ای تربیت کننده ای من چنانکه که امام مشتبه علیه و السلام در کلامی فرمودن که خداوند جد مرا و پیامبر را تربیت کرد به احسن ادب تعدیب کرد به احسنین، احسن و بهترین ادب و به روش احسن اون خداست که در آغاز خود را رب العالمین معرفی می کند و بر اساس همون آموزه قرآنی و بر همان اساسی که خداوند به انسان آموخته است انبیای الهی این صفت را در آغاز دعای خودشون و به عنوان اساسی ترین نیاز خودشون در حقیقت بیان میکنن وقتی کلمه رب را میگوین هم ادب است هم دعاست هم دعا هست هم معرفت است یعنی در آن واحد و در یک جمله هم مسیر است و هم مقصد هم زبان است و هم معنا یعنی هم لفظ است و هم معنا. معنا. بسیار خب. دلایلی که شما در برنامه های گذشته اشاره کردید که در ابتدای دعا ما از کلم از توصیف خداوند از حمد و ثنای خداوند استفاده کنیم یکی از اون موارد را خود سوره حمد بیان کردید که به عنوان سوره ای که آغازگر قرآن هست به ما آموزش می دهد. در حقیقت یک دعایی هست اهدن از المستقیم منتها قبل این دعا آموزش میداد که چطور خدا را یاد کنیم و در همون جمله ابتدایی میفرماید الحمدلله رب العالمین که به اشاره کردید دلالت بر ربوبیت خداوند میکند و تعابیر هم هست جناب استاد که من شنیدم میفرماید قبل از اینکه دعا کنید ده مرتبه یا رب بگید یا رب یا رب یا رب که این خودش باعث استجابت دعای شما میگردن بله. اجازه از شما بگیریم میان برنامه را عزیزان ببیند انشالله در بخش دوم برنامه استفاده میکنیم از ادامه مباحث زیبای شما استاد گرامی عش. بینندگان به میان برنامه به وقت بیداری رسیدیم یک بار دیگر تبریک ارز میکنم خدمت شما ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام اون بزرگ مردی که خداوند دربارش فرمود انک لعلا خلق عظیم ای پیامبر ما تو اخلاقی بسیار بزرگ منشانه و بزرگ وارانه داری چقدر زیباست که خداوند از یک انسان این چنین تعریف کند و بر همه ما واجب است که مانند پیام بر اون اخلاق زیبا و نیکو را در وجود خودمان انشاءالله نهادی نکنیم در سخن زیبا پیام فرمود بهترین شما مؤمنان او کسی است که با خانواده خود خوشرفتار تر باشد و من پیامبر از همه شما با خانواده خود خوش اخلاق تر و نیکو رفتار تر هستم عزیزان میان برنامه ای رو ببینید برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم سالها بود که زمین در حسرت باران حیات بخشی می و درمان تشنگی سیاهی و تیرگی خود را از آسمان آبی انتظار داشت سالها بود که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل و مرداب خرافات تبدیل شده بود که ناگاه در شبی فراموش نشدنی باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و گلی زیبا به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در کویر حجاز شکوفا شد تولد او عطر دلانگیز ایمان را به مشام مشتاقان رساند و چشمه های جوشان معرفت را در سینه ها جاری ساز آری با تولد او کویر جهل و تعصب به وستان معرفت و تفکر تبدیل شد آن پیام الهی در شهر مقدس مکه و دنیا آمد و جهان هستی را با وجود مبارک خود منفر کرد آسمان ها و زمین امشب نورباران است بر لب ارشیان از شوق گل عشق و سرور جاری است زمین گلباران و فضا سرشار از عطر مشک و انبر است شهر مکه میلاد آخرین سفیر الهی رسول حق و رحمت را انتظار می آنکه آن که نقش نگین انبیاست ناگاه در این فضای پر از عطر و نور خداوند دست گلی را به آمنه عطا نمود و زمین و فلک غرق سرور و شادی گشت یا محمد تا نام تو برده می شود چراغ های سلوات در جان لحظه ها فروزان می شوند تا فضیلتی از تو گفته می شود دلها از بوی گل محمدی زنده می شوند یاد نوید بخش تو درهای صبح را به روی ما می گشاید ایام به کام ای درخت نبود تو بای صداقت شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای و وجود زیباترین مولود هستی مولود حرم مولود آستانه افت و ایمان می به نام تمام زیبایی ها درود خداوند بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند درود خداوند بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کاینات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه خورد آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان ربود آنگاه که زبان به هم دو یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت درود خداوند بر تو با آنگاه که زخم های بیشمارت عشق را به تماشا فراخواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت یکایی که شما خوبان همراه با برنامه به وقت بیداری در ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام یک بار دیگر این شعر زیبا در مورد پیامبر را زمزمه کنیم که فرمود بلغ اولا به کمالهی کشفت دجا به جمالهی حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و ارجمند یک مرتبه دیگه خدمت شما اعلام میکنم که شما میتوانید مجموعه برنامه های که ضبط شده هست و همچنین برنامه های به طور پخش زنده هادی تیوی را و بخش دری هادی تیوی را از قسمت های مختلف مانند سایت آپارات دنبال کنید از طریق فضای یوتیوب در اینستاگرام و همچنین می توانید با این شماره با برنامه خود در ارتباط شوید از طریق نرمافزار واتساپ و همچنین تلگرام شماره مثبت 964 780 255 40 13 منت بگذارید بر ما و مطالب خود را به ما منتقل کنید با عرض سلام مجدد خدمت شما جناب استاد و عرض تبریک این ایام گفتگو می کردیم در مورد آداب دعا که پیامبران به عنوان والاترین افراد و مؤمنترین افراد چه آدابی را در هنگام دعا به پیشگاه خداوند متعال رعایت می کردند؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که ادب دعا چه به صورت نظری که از سوی خود قرآن کریم مطرح می شود به عنوان آموزشی برای انسان ها آن است که در قبل از دعا باید تمجید و تسبیح و ذکر خداوند به اسمای و توصیف خداوند به اسمای حسنای او صورت بگیرد و ما این را در مسیر زندگی پیامبران الهی می بینیم که اونها دعای خودشون را با کلمه رب آغاز می کردن. توضیح واژه رب را در حد امکان برنامه در محضر بینندگان عزیز بیان کردیم و اما نمونه های این دعاها را در قرآن از سوی پیامبران الهی که صرفا تبیین نظری موضوع نباشد چی گونه پیامبران الهی کدام پیامبر بله. این گونه دعا کردن و در هنگام دعا از این کلمه استفاده کردن من از حضرت آدم ابوالبشر که نخستین نبی هست و نخستین پیامبر آغاز می کنم در سوره مبارکه اعراف آیه 23 به نقل از حضرت آدم و حوا خداوند دعایی را نقل می کند و این در زمانی است که حضرت حوا و آدم مرتکب خوردن درخت ممنوعه شده بودند بله. در درخت در ممنوعه همین نکته را یادآوری بکنم که ما گمان نکنیم که درخت ممنوعه یک امر خاصی بوده است و فرصت‌های بسیاری را در این بگذاریم که <تص> اون درخت گندم بوده است و یا سیب بوده است, سیب بوده است یا چیزی دیگر اینها اموری مهم نیست نکته ای که در اون داستان مهم است آن است که یک انسان باید بپسندد اون چرا که جانان میپسندد نکن نکند اگر به انسان بگوید نکن یعنی که انجام ندهد در هر چیزی که باشد آن را که میگوید انجام بده بگوید به ولی این انجام میدهم اصل آن است که انسان نباید نهی خدا را نادیده بگیرد و یا امر الهی را نادیده بگیرد در اونجا بعد از اینکه درخت ممنوعه را خوردن برگشتن و الان دعا میکنن برای خدا برای آموزش گناهانشون بله. گناهشون ترک اولای این است که چرا من اون خواسته و میلی محبوبم را و خدایم را و آفریدگارم را نادیده گرفتم این گونه دعا میکند ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفوسنا از کلمه ربنا که عرض کردم ربنا ظلمنا انفسنا پروردگارا ما بر نفس خود ستم کردیم میدانیم که در اینجا همون دو نکته ای که عرض شد رعایت شده است یکی این نکته که آنها از کلمه ربنا در آغاز دعایشان استفاده کردند بله. و البته ربنا را به صورت جمع آوردن چون دو نفر بودند بله. ربنا ظلمنا انفس. انفسنا و البته در شب عید است صمیمیت حضرت آدم و حوا را و این دو شریک زندگی را هم نشان میدهند که حتی در هنگام دعا هم با هم, با هم دعا میکنند و نه برای خود ربنا ظلمنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كي إن إدامة اي آية رو ما در يك بحث ديگري ميگذاريم كي نشانه و بیان یک ادبی در هنگام داست آن را که مورد نظر ما هست این است که در آغاز دعا فرمودن قالا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا خب دعای دیگری را قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و سلام نقل میکند اون زمانی که حضرت ابراهیم فرزندان خودش رو یا به تعبیر دیگر خانواده خودش را آورد در مکه درست. به دستور خداوند آورد در مکه ای که اون زمان لمیزرع بود و بنای کعبه ای که توسط حضرت آدم بنا شده بود اون زمان مخروبه شده بود چیزی از آثار کعبه باقی نمانده بود خداوند نقشه را با آدرس را برای حضرت ابراهیم علیه و السلام به وسیله جبرئیل امین فرستاد و او را مأمور کرد که تو به تنهایی نروی به عنوان یک کارگر خان... که کار را انجام بدهی و خودت برگردی نه تو باید بروی خانه را آباد بکنی و آدرس خانه در فلونجا هست اما باید قدم اول خانواده خود را ببری ما مبلغ مجرد و مبلغی که برای سفر تبلیغی برود و برگردد لازم, نداری. لازم نداریم. باید خودت با خانواده خودت یک جا بروی و اون زمانی که حضرت ابراهیم آمد سرزمین لمی از بود مکه نه آب داشت نه گیاه داشت نه سبزی بود و نه هیچ انسانی بدون توجه داشت اینها را آورد و اونجا گذاشت حضرت هاجر را در حال و... که فرزندشان هم طفل بود. بله بله در اون زمان البته بعضی گفتن که حامله بوده است در زمانی که آورده است حضرت هاجر را بعضی هم گفته است که به دنیا آمده بود به هر صورت حضرت میدانست که من فرزندی هم دارم چین چی که حمل نزدیک زایمان بوده است و یا این که بچه کودک بوده است در بغل مادر و در آغوش مادر این نکته را که عرض کردم <تص> برای یک رفع یک تهمتی هم بود در این شب که از یک پیامبر معصومی رفع تهمت کرده باشم و از یک زن مخدره ای که هم سنگ حضرت خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیها است و همین گونه همسر آسیه آسیه همسر فرعون عبارت است از ساره خانم همسر دیگری حضرت ابراهیم علیه و سلام که بعضی تمام این ماجرا را به گردن حسادت ساره می که او هوی خود را مجبور به مهاجرت کرد و وادار کرد که این رو ببر جایی که من نبینم عجب. و حالون که این مأموریت مأموریت کاملا الهی بود و ساحت بسیار بسیار والای حضرت ساره چون این تهمتی بدور است, است. خب زمانی که فرزند و همسر خیش را آورد و در چنین مکانی قرار داد خداوند از زبان حضرت ابراهیم این گونه نقل می کند که او هم وضعیت منطقه را توصیف می کند و هم خواسته خود را توصیف می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا ربنا بله. پروردگار ما پروردگار من ابراهیم پروردگار همسرم هاجر پروردگار فرزندم اسماعیل ربنا نی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم هم منطقه را توصیف میکند هم آدرسی را که به او داده بود که بیتی توست و در کنار خانه تو وگرنه فلسطین کجا و مکه کجا و سرزمین بله. حجاز کجا بعد مطالب دیگری را دارد کلمه ربنا از اینجا که دعا شروع میشود آیه سی هفت سوره مبارکه حضرت ابراهیم که به نام حضرتم این سوره نامیده شده است آیه سی و هشت آیه سی و تا آیه چهل و یکم تمام این آیات دعای حضرت ابراهیم, ابراهیم علیه صلاة و سلام است و میدانیم یکی از شب اید است این تعبیر را اجازه میده هم که بکار ببرم یکی از پیامبران پرتوقع حضرت ابراهیم علیه صلاة و سلام بود است که پیوسته از خداوند درخواست, درخواست, میکرده است خدای این گونه و خدای این گونه در این جالب هست که شما اشاره میکنید دعاهای پیامبران بزرگ الهی را در این باره که اکثر این بزرگواران دعای خود را با کلمه ربنا آغاز کردند در حالی که تعبیرهای دیگری هم وجود دارد مانند اینکه که بگویند یا الله مثلا یا رحمان یا رحیم یا به جای ربنا بگوین مولانا مقدانا بله، بله. این در مورد خداوند می شود به کار گرفت اما تأکید این انبیاء الهی بر کلمه ربنا بوده و ما دعاهای زیادی داریم که در دعای دست در نماز می خانیم در دعاهای قرآنی که نگاه می کنیم کلمه ربنا خیلی تأکید شده و این شاید نشان دهنده همین باشد که فرمودید این تعبیر بسیار تعبیر دقیقی است قبل از هر دعایی و جزء از آداب دعا هست بله 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 ایشون در این آیه در این آیات شریفه حدودا نه بار نه بلکه حدودا دقیقا نه بار کلمه رب را به کار برده است چهار بار به صورت مفرد و پنج بار به صورت جمعی یک نمونه همینی بود که عرض کردم افقال قال ابراهیم و ربنا اینی اسکن قبل از آن آیه قبلی است آیه 35 و, و اذ قال ابراهیم و رب جعل ربی و اذ قال ابراهیم و ربی اجعل هذا البلد آمنا و جنوب و بنی یکی ادامه دعا هست باز هم میبینیم کلمه رب اما این خواسته را خود بیان میکند رب جعل هذا البلد آمنا و اولین دعایی که حضرت ابراهیم برای امنیت زیرا که فرزندان خودش اگر امنیت نداشته باشد او هم فراغی خاطر ندارد به هیچ محل داد و و تجارت و خیلی از کارهای دیگری بدون امنیت شکل نخواهد گرفت بعد آیه بعدی آیه سی و ششم هست رب انهن اضللن کثیرم من الناس در رابطه با این است که اگر بود پرست شوند ممکن است اینها به بود گرایی و گمراه می شوند باز از کلمه رب این خواسته های یک پدر است نسبت به خانواده <applause> که خدای من از تو می خواهم که شرایط زندگی و شرایط محیطی اینها باید این گونه باشد و اینها نباید بود پرست و گمراه شوند و بعد می فرماید ربی اینی ربنا اینی اسکن تو اینجا باز کلمه ربنا را به کار برده است در ادامه همون مطلب میفرماید ربنا لیقیم الصلاه باز کلمه ربنا را به کار میبر زیرا که من لیقیمو اونها نماز را بر پای بدارن میرسد به آیه 38 که باز کلمه ربنا است ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن رب ما تو اون را که ما پنهان میکنیم در ذهن خود من و خانواده و بلکه ما همه انسان ها و اون را که آشکار می تو می بعد در آیه بعدی دارد که کلمه ربی این ربی لسمیع و دعا در آیه بعد رب جعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربی اجعلنی مرا درست. مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا باز کلمه ربنا را به کار می برد اون آیه معروفی را که شما هم اشاره فرمودید که ما در دعای خنود میخوانیم و یکی از دعاهای بسیار جامع و خوبم هست اینجا از زبان حضرت ابراهیم خداوند نقل میکند رب اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب باز کلمه ربنا را به کار میبرد ما نه بار در جریان یک دعا میبینیم که حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام از کلمه ربنا بنا استفاده کرده است. یک بار هم از این دعاها کلمه دیگری غیر از رب استفاده استفاده, استفاده است. نکرده است. استاد با توجه بین که سه چهار دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم اگر جمع بندی بفرمایید ممنون میشون. بله. خب من دعاهایی رو از حضرت عیسی ابن مریم از حضرت موسی یادداشت کرده بودم از سایر پیامبران اما مناسبت ایجاب می کند که برگردیم به اصل مطلب اون دعای حضرت ختمی مرتبت, که ایشون چی گونه دعا کرده است در این زمینه و چه ادبی را رعایت کرده است در سوره مبارکه اسراء آیه هشتاد خداوند از زبان پیامبر ختم مرتبت این گونه نقل می کند برای ما بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد از اون که می فرماید اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر تا آخر که اون آیه آیه هفتاد و هشت است میرسیم به آیه هشتاد در آیه هشتاد خداوند این گونه میفرماید و قل رب ادخلنی و قل رب ادخلنی مدخل صدق و قل رب ادخلنی مدخل, مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و لی ملدون که سلطان نسیرا سه تا مطلب را خداوند خودش به پیغمبرش یاد میدهد که ما میرسیم به یکی از جایی که چطور باید دعا بکنیم اینجا بله. که فعلا ادب دعاست چه چی چیزهایی را از خداوند بخواهیم در اینجا خداوند به پیغمبرش میفرماید تو اینطوری بگو درست بگو ربی ادخلنی مدخل صدق پروردگارا مرا در هر کاری روش درستی وارد شدن به اون کار را یاد بده هر کاری روش درستی دارد تبلیغ روش درستی می خواهد. سخنرانی تبلیغ به می خواهد معلمی روشی می خواهد. زمامداری روشی می دکتر و پزشک بودن روشی می خواهد و قر رب ادخلنی مدخل صدق در تمام این موارد مرا مسیر راستی و درست, درست. کار را صدق در اینجا و این درست را یعنی من هر کاری که میکنم اول روش اون را داشته باشم و ثانی اون کار رو به درستی انجام بدهم نه. کار رو به درستی انجام بدهم یکی از مهمترین مشکلات بشر آن است که یا کار را آشنا نیست یا به درستی انجام نمیدهد مثلا ما در سخن گفتن سخن ده. گفتن اگر ما میگوییم راست بگوی یعنی اون چرا که درست است بگو رب ادخل مدخل صدق و اخرج مخرج صدق و جلی ملدون که سلطان نسیرا برای من یک سیطره برکار که مرا یاری کند بله. سلطان یعنی به تسلط و سیطره است و جعلی لی مل دون که سلطان مثلی که وقت رو به وقت تمام, تمام از بله ممنون از, 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 بله از, ممنون از, شما و بله پرهیز میکنم از توضیح اضافی انشاءالله ادامه مباحث بعده ما و بینندگان هست برای یک شنبه هفته آینده به شرط حیات انشالله. که باز هم استفاده کنیم از صحبت های شما استاد بزرگوار و تشکر از همه شما بینندگان عزیز همراه با برنامه انشاءالله مجموعه تلاش بنده و همکارانم برای شما مفید بوده باشد با بیان این شعر در وسط پیامبر برنامه را به پایان میبریم ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد خدایا رو نگهدار همه شما